وقتی این مرد شروع به تمرین کرد، ساعت 9 صبح به وقت پترزبورگ بود. همان موقع ساعت 3 بعد از ظهر بود، جایی که این زن زندگی می کند. هر دو در روسیه زندگی می کنند، بزرگترین کشور جهان. روسیه 11 منطقه زمانی دارد. اما عظمت روسیه در قلمرو آن نیست، بلکه بر مردم آن است. بیش از 146 میلیون نفر در این کشور زندگی می کنند و از نظر فرهنگی یکی از رنگارنگ ترین کشورهای جهان است. بیش از 160 گروه قومی مختلف در روسیه زندگی می کنند. از سالیان پیش اسلاوها، باشقیرها، تاتارها و اهالی چچن و خیلی از اقوام دیگر توانستند تولیدات فرهنگی متفاوتی را به مردم جهان ارائه دهند. موسیقی، ادبیات، نقاشی، هنر مینیاتور و باله حاصل تلاش این فرهنگ‌های گوناگون است. فرهنگ روسیه بر پایه فرهنگ‌های شرقی بنا شده. فرهنگی با زیرساخت‌های شرقی که همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. در این کشور ادیان متنوعی وجود دارد. روسیه دین رسمی ندارد و یک کشور سکولار است. قانون اساسی سال 1997 به ادیان مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودایی اهمیت ویژه‌ای داد. حدود 51% مردم روسیه را مسیحیان تشکیل می‌دهند که از این میان 45% پیروان کلیسای ارتدوکس شرقی و 6% پیروان مذاهب کاتولیک و اندکی هم پروتستان هستند. اسلام نیز در روسیه از گستردگی ویژه‌ای برخوردار است و پیروان آن حدود 40 گروه قومی را شامل می شوند. مسلمانان بیشتر در قفقاز شمالی، ناحیه ولگا، اورال و غرب سیبری، تاتارستان و چچن و خیلی از قسمت‌های دیگر در این کشور زندگی می کنند. حتی مسلمانان در بسیاری از مناطق فدرال مرکزی و در شهرهای بزرگی چون مسکو و سن پترزبورگ ساکن هستند. مسجد جامع مسکو که در سال 2015 با حضور ولادیمیر پوتین افتتاح شد، پذیرای بیش از 10,000 نفر است و بزرگترین مسجد اروپا به شمار می رود. اگر دقیق تر بگوییم، حدود 20 میلیون نفر از جمعیت روسیه را مسلمانان تشکیل می دهند. دین یهودیت همچنان در این کشور پیروان خود را دارد. حدود 4% از جمعیت روسیه را یهودیان تشکیل می دهند که عمدتاً در غرب این کشور زندگی می کنند. همچنان آیین بودایی در شرق روسیه پیروان زیادی دارد که حدود 6% از مردم روسیه را تشکیل می دهد. روسیه با 17 میلیون کیلومتر مربع مساحت پهناورترین کشور جهان است. اختلاف زمانی غربی ترین منطقه تا شرقی ترین نقطه آن حدود 11 ساعت می شود. کشور کانادا که دومین کشور پهناور جهان شناخته می شود، مساحتی در حدود 58% روسیه را دارد. بیشتر مساحت روسیه را مناطق خالی تشکیل می دهد. مناطقی بسیار سرد که هیچ موجودی در آنجا زندگی نمی کند. در این مناطق سرد شرایط کشاورزی فراهم نیست. همین موضوع باعث شده کسی نتواند در آنجا زندگی کند. این کشور به دو بخش روسیه اروپایی و روسیه آسیایی تقسیم می شود. بخشی از روسیه که در قاره اروپا قرار دارد وسعتی در حدود 4 میلیون کیلومتر مربع دارد، یعنی در حدود 24% از وسعت روسیه را شامل می شود. 77% مردم این کشور در بخش اروپایی زندگی می کنند. مسکو پایتخت این کشور است که در قسمت اروپایی قرار دارد و تقریباً 12 میلیون نفر جمعیت دارد. از نگاه جمعیت روسیه نهمین کشور پرجمعیت دنیاست. تراکم جمعیت 856 نفر در هر کیلومتر است که یکی از پایین ترین نرخ‌های تراکم جمعیت در جهان است. 81% از جمعیت این کشور را قومیت روس تشکیل می دهند و بعد از آن تاتارها 4% از جمعیت را تشکیل می دهند که بزرگترین اقلیت قومی در روسیه هستند. زبان رسمی این کشور روسی است، ولی 27 زبان دیگر در جمهوری‌ها و مناطق خودگردان وجود دارد. روسیه کشوری فدرال با تقسیمات کشوری بسیار پیچیده است که شامل 83 واحد فدرال از جمله 21 جمهوری خودگردان است. روسیه تا پیش از قرن 18 یک حکومت نچندان نیرومند در اروپا بود و حتی به این اندازه پهناور هم نبود.
تا اینکه در آغاز سده 18 میلادی این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شد. در سال 1917 انقلاب کمونیستی در این کشور رخ داد و نام کشور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر یافت. اما در سال 1991 شوروی پس از یک جنگ سرد طولانی با غرب فرو پاشید و فدراسیون روسیه و 12 جمهوری دیگر جانشین آن شدند. در حال حاضر برخلاف دوران کمونیستی که مالکیت شخصی تقریبا وجود نداشت، اکنون پایتخت این کشور یکی از شهرهای جهان با جمعیت بسیاری از میلیاردرهاست. واحد پول این کشور روبل است و با 1578 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، هشتمین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید. این کشور یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل همسود است. ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا سال 2008 رئیس جمهور این کشور بود و از سال 2008 تا 2012 به عنوان نخست وزیر روسیه ایفای وظیفه می کرد و از تاریخ 7 می 2012 مجدداً رئیس جمهور این کشور شد. پوتین دومین رئیس جمهور اروپایی است که طولانی ترین مدت دوره ریاست جمهوری را داشته است. سلطه کمونیست در روسیه 7 دهه ادامه یافت و تأثیرات فراوانی از نظر فرهنگی و مذهبی بر این کشور گذاشت. اما کمونیست ها هرگز نتوانستند ادیان را در روسیه ریشه‌کن کنند. پس از فروپاشی شوروی دین در این کشور دوباره نقشی ویژه یافت و خصوصاً کلیسای ارتدوکس شرقی بخش گسترده ای از پیروانش را باز یافت. اما کمونیسم باعث شد روسیه به یکی از بزرگترین کشورهای جهان با جمعیت بیدین تبدیل گردد. در حال حاضر 25% مردم خود را پیرو هیچ دینی نمی دانند. جغرافیای وسیع نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی این کشور دارد. روسیه بیش از 30% از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را 75 تریلیون دلار آمریکا تخمین زده است. این کشور دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گرانبهاست که سهم عمده صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. روسیه یک ابرقدرت انرژی است. این کشور بزرگترین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان محسوب می شود. شهر مسکو پایتخت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور است. این شهر همچنان یکی از گرانترین شهرهای دنیا است که دارای بالاترین رشد صنعت گردشگری است. غیر از این چیزها موضوعات دیگری هم هستند که این شهر را حائز اهمیت می کنند، مانند تاریخ و معماری بی‌نظیر آن. آب و هوای روسیه به دلیل نزدیکی به قطب شمال سرد است. اغلب مناطق این کشور تنها 2 فصل را تجربه می کنند. این کشور بیشترین درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را در میان کشورهای اروپایی دارد. هر سال حدود 400 هزار دانشجوی خارجی جهت تحصیل به این کشور مهاجرت می کنند. اعتبار بالا و هزینه زندگی و تحصیل مناسب باعث شده دانشجویان زیادی به روسیه مهاجرت کنند. یکی از بزرگترین امتیازاتی که کشور روسیه در سال 2023 به دانشجویان خارجی داده است، امکان گرفتن اقامت این کشور است. دانشجویانی که در این کشور تحصیل می کنند می توانند بعد از تحصیل درخواست اقامت دائم بدهند و اگر یک سال کار کنند می توانند شهروندی این کشور را به دست بیاورند. شلوغ‌ترین سیستم متروی اروپا را می توان در این کشور یافت که روزانه بیش از 6 میلیون نفر را جابجا می کند. ایستگاه‌های متروی مسکو با بهترین نقاشی‌های دیواری، چشمگیرترین لوسترها و گران‌ترین سنگ‌های مرمر جهان تزیین شدند. علاوه بر این متروی شهر سن پترزبورگ عمیق‌ترین متروی جهان است که در عمق 100 متری زمین قرار دارد. بعد از آمریکا روسیه دومین کشور بزرگ مهاجرپذیر جهان است. بیشتر مهاجران از کشورهای شوروی سابق هستند. از آنجایی که بیشتر این کشور را طبیعت و پوشش‌های گیاهی تشکیل داده است، به روسیه لقب شش‌های اروپا را دادند.
روسیه بعد از آمازون دومین منطقه جهان با بیشترین مقدار جذب کربن دای اکساید است. این کشور اولین کشوری بود که به فضا ماهواره فرستاد. متوسط عمر مردان در روسیه 64 سال است. روس‌ها جزء 50 کشوری هستند که میزان عمر آنها بسیار پایین است. یکی از علل اصلی مرگ‌های زودرس استفاده بیش از حد مشروبات الکلی است. آنها در طول هفته بیش از 2 لیتر نوشیدنی الکلی مصرف می‌کنند. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی از هر 5 مرد روسیه 1 نفر به دلیل مصرف الکل می‌میرد. یعنی از کل نفوس روسیه تقریباً 20 میلیون آن از اعتیاد به الکل رنج می‌برند. در این کشور به ازای هر 1000 مرد 1159 زن وجود دارد. این آمار در مناطق روستایی بیشتر هم می شود. 75% سرزمین روسیه در قاره آسیا است، اما تنها 22% از جمعیت در این مناطق زندگی می کنند. بیشتر ساکنین آن در قسمت اروپایی اقامت دارند. روسیه 20% از جنگل‌های جهان را در اختیار دارد. همچنین عمیق‌ترین دریاچه جهان نیز در این کشور قرار دارد. در منطقه کامچاتکا در شرق روسیه میتوان روی آتشفشان‌ها پیاده روی کرد. در این منطقه بلندترین آتشفشان فعال هم در آسیا و هم در اروپا قرار دارد. دانستن نکات فرهنگی سفر به این کشور برای افرادی که قصد سفر به روسیه را دارند ضروری است. این نکات باعث می‌شود سفر بهتری را تجربه کنید. یادگیری الفبای سیریلیک باعث می شود در این کشور بتوانید علامتهای مترو، نقشه ها و خیلی چیزهای دیگر را به آسانی متوجه شوید. چک کردن تاریخ و رویدادها به شما کمک می کند برنامه ریزی بهتر و دقیق تری برای سفر خود داشته باشید. آماده بودن برای هزینه های بالا در گرانترین شهرهای جهان مانند مسکو و سن پترزبورگ چیز عجیبی نیست. بیشتر رستوران‌ها و کافه‌های این شهر گران هستند و موزه‌های این شهرها از شما که گردشگر هستید مبلغ بیشتری نسبت به روس‌ها درخواست می‌کنند. در این کشور باید با کلیساها محترمانه رفتار کنید. کلیساها بر روی همه مردم باز است، اما به عنوان یک گردشگر نباید برای دعا کردن و احساسات مذهبی کسی اختلال ایجاد شود. از ساختمان‌های دولتی عکس نگیرید. این مسئله است که حتماً باید متوجه آن باشید. دانستن بایدها و نبایدهای فرهنگ مردم این کشور باعث می شود بهتر بتوانید با مردم آن ارتباط برقرار کنید. در روسیه به جوک هایی که درباره خانواده گفته می شود نباید خندید. این کار از نظر روسها اهانت آمیز است. به سالمندان و بزرگترها احترام بگذارید. در ماشین یا مترو دادن جای خود به افراد مسن و خانم‌ها نشانه احترام است. هنگام صرف غذا در بیرون از خانه معمولاً میزبان هزینه را پرداخت می‌کند و اگر شما بخواهید سهم خود را بدهید این کار بی‌ادبی است. در وسایل حمل و نقل عمومی به مردم لبخند نزنید، زیرا روس‌ها فقط برای اعضای خانواده و دوستان خود لبخند می‌زنند. از سود زدن در فضای سرپوشیده پرهیز کنید، زیرا روزها این کار را نشانه بدشانسی می دانند. آداب و رسوم این کشور پهناور آمیخته از فرهنگ های مختلف غربی و شرقی است و در آن می توان فرهنگ اروپایی و آسیایی را همزمان مشاهده کرد. همچنان در این کشور هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و نقاشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سپاس که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال را فراموش نکنید.